سلام، به خبر 6 خوش آمدید. امروز جمعه 19 ماه دلو سال 1397 هجری خورشید است. در آغاز سرخطه چند خبر. انتقاد حکومت از سفر آن اعضای گروه طالبان به مسکو که نامهایشان در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد هستند. اینا حق سفر آزادانه را ندارند و در بسیاری از کشورها همین حال هم در فهرست گروه های تروریستی قرار دارن. اعضای مانند آقای استانگزای و یارانش که به روسیه سفر کرده از زیر تحریم سازمان ملل قرار دارن. نزدیکی دیدگاه های شرکت کنندگان نشست مسکو در بسیاری از مسائل با طالبان. وقتی که در مذاکرات شروع کردیم با چیزهای متفق علیه را، ما بسیار چیزها را دیدیم که به هم متفق است. مراسم به خاک سپاری پیکر محمد ابراهیم ملکزاده عضو مجلس نمایندگان افغانستان. وقتی که یک خطر متوجه می شد یا اطلاعی از خطر می داشت، بعد حرکت می کرد و دمو کوپایه های ولایت غور در پهلوی مردم خود در دفاع از مردم قرار می گرفت. کاهش 50% دامداری در کشور در نتیجه خشک سالی های اخیر. به ستایش رئیس جمهور ونزوئلا از برگزاری نشست یوروگوای درباره این کشور. مشروع خبرها. حکومت افغانستان تایید کرده که آن اعضای طالبان که نامهایشان در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد هستند آزادانه سفر می کنند. وزارت امور خارجه می گوید که این موضوع را با شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان گذاشتند. پیش از این گزارش هایی از شکایت حکومت افغانستان به سازمان ملل متحد درباره سفر برخی از اعضای گروه طالبان به مسکو پخش شدند. طالبان میگویند نام های آن اعضای این گروه که در نشست مسکو حضور داشتند در فهرست سیاه سازمان ملل متحد نیستند و مانع در برابر سفر آنان وجود ندارد. کریم امینی گزارش می دهد. نشست مسکو و موج از واکنش های ناهمگون. وزارت امور خارجه می گوید برخی از اعضای طالبان که برای شرکت در نشست مسکو به روسیه رفته بودند نامهایشان در فهرست تحریم های سازمان ملل است و اجازه آزادانه سفر کردن را ندارند. اینها حق سفر آزادانه را ندارند و در بسیاری از کشورها همین حال هم در فهرست گروه های تروریستی قرار دارن. اعضای مانند آقای استانگزای و یارانش که به روسیه سفر کرده از زیر تحریم سازمان ملل قرار دارن. اندک پس از پایان نشست مسکو معاون نماینده همیشگی افغانستان در سازمان ملل تایید کرد که افغانستان از سفر اعضای تحریم شده طالبان به مسکو با اجازه روسیه به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. به کمیته 1988 شورای امنیت سازمان ملل موضوع سفر اعضای گروه طالبان به مسکو که زیر تحریم قرار دادن را یادآور شدیم. طالبان در واکنش به شکایت افغانستان میگویند که این اقدام اراده ضد صلح اداره کابل را نشان میدهد و کسانی که به نمایندگی از طالبان به مسکو رفتند شامل فهرست سیاه سازمان ملل نیستند. اما گزارش های وجود دارند که در نشست مسکو 4 عضو تحریم شده طالبان شرکت کردند. با چنین رفتاری نمیشه که در چندین جبهه جنگید و از این همه جبهات هم پیروز به در آمد. تضادهای داخلی و تضادهای خارجی باعث تباهی افغانستان و باعث بدبختی سرنوشت صلح میشه. از سوی دیگر روسیه خروج نیروهای امریکایی را گام برای آغاز گفتگوهای صلح افغانستان
می داند و خواهان عملی شدن توافقات به میان آمده میان زلمه خلیلزاد و طالبان در دوحه است. نمایندگان طالبان و سیاسیون چشم‌انداز بیرون شدن نیروهای خارجی را از افغانستان بحث کردند. در این بحث‌ها بار دیگر تأکید شد که بدون در نظر گرفتن منافع تمامی طرف‌ها رسیدن به یک صلح واقعی دشوار خواهد بود. در شرایط صلح کشورهای منطقه همه ما به مراتب بهتر از فرصت‌هایی که مشترک است بر ما و آینده بهتری خوب مردمان این منطقه را تضمین میکنه، ما فرصت استفاده از فرصت ها را خواهد داشتیم. حکومت که به نشست مسکو دعوت نشده بود، نشست مسکو را گفتگوهای صلح نه بل یک بحث سیاسی و علمی درباره صلح می داند. ریاست جمهوری می گوید که اعلامیه نشست مسکو درباره صلح افغانستان نتیجه اجرایی ندارد. شما را شرکت کنندگان نشست مسکو می گویند که دیدگاه طالبان در مقایسه با گذشته تغییر کرده. نجیب الله مجددی که به نمایندگی از جبهه نجات ملی افغانستان در نشست مسکو شرکت کرده بود می گوید که طالبان خواهان لغو قانون اساسی کنونی نیستند، اما می خواهند که در این قانون تعدیلات به میان آیند. حسیبه اتکپال گزارش می دهد. نجیب الله مجددی که در گفتگوهای دو روزه با طالبان شرکت کرده بود می گوید که شرکت کنندگان این نشست در بسیاری از مسائل با طالبان دیدگاه نزدیک داشتند. وقتی که در مذاکرات شروع کردیم به چیزهای متفق علیه را، ما بسیار چیزها را دیدیم که به هم متفق هستیم. مثلا در قسمت حقوق زنان که یکی از چیزهای مورد تشویشه خواهرای ما بود در افغانستان که طالبان چه موقف را خواد گرفتن، اونا فوق‌العاده در این مورد چه کردن، یعنی توضیحات خوب داشتن. آقای مجددی میگوید که طالبان قانون اساسی کنونی را میپذیرند، اما خواهان تعدیل در برخی از مواد این قانون هستند. طالبان کدام چی ملاحظه خاصی نداشتند، یعنی یک موقف قوی جدی نداشه که نه ما با حکومت دیگه هیچ وقت گپ نمیزنیم. البته یک وقتی را اونا میخواین که مطمئن باشن برای قوای خارجی مبرای و اینال ما میتونیم که مذاکرات شروع کنیم و نوع حکومتی که ما میخواییم که در آینده سر از او فکر کنیم مشترکن باید بشینیم او را یک چی کنیم، پیریزی کنیم. هرچند شماری از آگاهان نشست مسکو را زمینه سازی برای دیدارها و گفتگوها میان نمایندگان طالبان و هیئت حکومت می دانند، اما حکومت می گوید که نشست ها برای صلح باید به منافع ملی زیان نرساند. هر شهروند افغانستان مسئولیت داره که به حد توانش کمک کنه پروسه صلح افغانستانه، تسهیلات فراهم کنه. شماری از چهره های مهم سیاسی، رهبران شماری از احزاب که اینا تشریف برده بودن، امیدوار هستیم که یک گام مهم برای رسیدن به صلح و ثبات از رهگذر مذاکره و گفتگو حداقل برداشته شده باشه. در همین حال منابع می گویند که تا کمتر از یک ماه آینده یک نشست میان چهره های سیاسی و طالبان در یکی از کشورهای عربی برگزار خواهد شد. در این آینده هم بدون شک نشست های دایر میشه، نشست هایی که وعده شده بین امریکایی ها و طالبان و بین تعداد گروه های دیگه هم، اما نشست های غیر رسمی می باشه. مهمی است که ما بتانیم از چی راه زود مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان را یا تحریک طالبان افغانستان در هر جایی که طالبان میخواهند آغاز بکنیم. از سوی دیگر منابع میگویند که قرار است تا 6 هفته آینده یک نشست میان حکومت، طالبان و نمایندگان ایالات متحده آمریکا در دوحه برگزار شود، اما این خبر را تا کنون طالبان تایید نکردند. یک سرباز ارتش که 5 سال پیش در رویداد پاهایش را از دست داده، اکنون از دانشکده کشاورزی دانشگاه بلخ بغلان
فارغ شده. این سرباز میگوید که معلولیت مانع پیشرفت وی نشده و کنون میخواهد که کارشناسی ارشدش را نیز به دست آورد. در همین حال بنیاد مساعدت برای قهرمانان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان از حکومت میخواهد که فرصتهای ادامه تحصیل را برای این سرباز فراهم سازد. در این باره عبدالودود سالنگی گزارش آماده ساخته. قربان محمد کریمی 7 سال پیش به ارتش پیوست، اما پس از 2 سال پاهایش را از دست داد و دیگر نتوانست به ماموریتش برگردد. وی اکنون دانش آموخته دانشکده زراعت است. هیچ وقت مایوس نیستم، هیچ وقت خستم نمی باشم. دیگر هدف من اینمی است که بعد از گروگان های دولتی که دیگر دمی می خواهیم از این رشته که فارغ شدم، می خواهیم در ماستری برای من قدر همکاری بکنن که من همین دوره ماستری را به پایان برسانم. بعض جوان هست که شکر صحتمند هستن، اما تلاش نمی کنن، درس نمی خوانن، شاید بهانه مختلف بکنن. و قربان جان بارها با ما میگفته که من تا بتوانم تحصیل خود ادامه میتم. بنیاد مساعدت برای قهرمانان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تنها نهاد است که با خانواده های نیروهای امنیتی همکاری میکند. این نهاد تا کنون برای نزدیک به 900 تن از خانواده های نیروهای امنیتی در بخش های بهداشت، آموزش و حقوقی خدمات ارائه کرده است. حق از اینا بالای هر تبعی افغانستان است که اینا را تنها نگذارن، اینا را حمایت کنن. نعره تکبیر الله اکبر. بر بنیاد آمارهای حکومت وحدت ملی، 45,000 تن از نیروهای امنیتی در 4 سال گذشته جان باختند. نهاد مساعدت برای قهرمانان افغانستان به این باور است که رسیدگی به مشکلات خانواده های جان باختگان نیروهای امنیتی و نیروهای زخمی باعث می شود تا نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با انگیزه بهتر خدمت نمایند. پیکر محمد ابراهیم ملکزاده عضو مجلس نمایندگان امروز در گورستان شورای ملی به خاک سپرده شد. نزدیکان آقای ملکزاده علت مرگ او را مسمومیت با گاز گفتند. رهبران حکومت نیز در مراسم به خاک سپاری او شرکت کرده بودند. رئیس اجرائیه آقای ملکزاده را یک مقاومتگر میگوید. پیکر محمد ابراهیم ملکزاده عضو مجلس نمایندگان است که رهبران حکومت به دوش می کشند. پیکر او را برای به خاک سپاری به گورستان شورای ملی آوردند. وقتی که یک خطر متوجه می شد یا اطلاعی از خطر می داشت، بعد حرکت می کرد و دمو کوپایه های ولایت غور در پهلوی مردم خود در دفاع از مردم قرار می گرفت. الله اکبر. محمد ابراهیم ملکزاده از اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی بود و دوستان ملکزاده می گویند که وی در زمان جهاد به ویژه در دوره مقاومت نقش برجسته در غرب کشور بازی کرد. ابراهیم ملکزاده پس از سقوط طالبان برای چند ماه والی غور بود و سپس به حیث مشاور در وزارت امور داخله کار کرد. زیر هدایت عامر سیب شهید، ملکزاده در روستاهای غور دسانت میشه، پایین میشه، هسته مقاومت میسازه. در زمانی که تقریباً بالاتر از 70% خاک افغانستان در اشغال نیروهای طالبان قرار دارد. محمد ابراهیم ملکزاده 2 دور نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان بود و برای دور سوم نیز نامزد این مجلس بود. تنها وکالت سیاسی را به دوش نداشت، در آزادی کشور در زمان جهاد مقاومت و دیروز خود نشان دادن و از مردم خود دفاع کردن. مرد سنگر، مرد قلم و نمایندگی خوبی از مردم غور در ولسی جرگه جمهوری اسلامی افغانستان داشتند. محمد ابراهیم ملکزاده رئیس جمهور به محمد ابراهیم ملکزاده رتبه لوی پاسوالی هم میدهد. جانشین را برای ملکزاده صاحب پیدا بکنن و ما بتانیم اما قسم که با ملکزاده صاحب استاد بودیم و او با ما استاد بود،
دیگه او حمایه سیاسی و معنوی خود را ادامه بتیم تا غور امو ثبات را که اثر زحمات و تلاش و رهبری از اینا داشت او ثبات انشالله باقی ببانه. خانواده ملکزاده درباره علت مرگ وی چنین میگویند: شب در اثر انتشار گاز بود، اونها جان باختن، بلقا لا پیوستن. محمد ابراهیم ملکزاده در بخشهای اسلامی و پزشکی تحصیلات عالی داشت و او در ولسوالی تیوره غور به دنیا آمده بود. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. رئیس جمهور ونزوئلا از مردم این کشور میخواهد که نامه سرگشاده به رئیس جمهور امریکا بفرستند تا دونالد ترامپ بداند ونزوئلایی ها مداخله بیرونی را نمیپذیرند. در همین حال نیکولاس مادورو برگزاری یک نشست را درباره ونزوئلا در یوروگوای میستاید. اما نماینده ویژه امریکا برای ونزوئلا از نیکولاس مادورو میخواهد که از قدرت کنار برود. حکومت ونزوئلا برگزاری یک نشست درباره ونزوئلا را در یوروگوای می ستاید. در این نشست نمایندگان بیش از 10 کشور اروپایی و امریکای لاتین شرکت می کنند. البته فشارهای جهانی ناعادلانه هستند. ما یک کشور مقتدر هستیم. حکومت ما فشارهای بیرونی و مداخلات آنان را نمی پذیرد. همزمان با این نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که در میان هوادارانش سخن میزد از مردم این کشور میخواهد تا با فرستادن نامه به دونالد ترامپ مداخله ها را در امور داخلی ونزوئلا نکوهش کنند. من برای آن گماشته شدم که دستهای امپراتوری را از ونزوئلا دور بسازند. ونزوئلا باید حرمت شود. ونزوئلا را حرمت بدارید. در این میان ایالات متحده امریکا که از مخالفان حکومت مادورو است از رئیس جمهور ونزوئلا می خواهد که از قدرت کنار برود. آخر بازی برای او این خواهد بود که از قدرت کنار برود. از همین رو بهتر است، زیرا با وضعیتی که او دارد رو به زوال است. هرچند ایالات متحده، کانادا و چندین کشور امریکای لاتین خوان گوایدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا را همچون رئیس جمهور موقت به رسمیت شناختند، اما روسیه، ایران، چین و چندین کشور امریکای لاتین از نیکولاس مادورو پشتیبانی میکنند. چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. یک زن نابینا در منطقه سلیمانیه عراق با دوختن لباسهای زمستانی برای خانوادهش پول به دست می آورد. این زن که سوزا معروف نام دارد، هنگامی که 4 ساله بود در نتیجه یک بیماری بینایی چشمهایش را از دست داد. خلبانان هواپیماها در تایوان دست به اعتصاب کاری زدند. آنان می گویند تا هنگامی که شرایط کاری برایشان درست نشود، به اعتصابشان ادامه خواهند داد. مقام‌های نظامی ایران از یک موشک بالستیک تازه زمین به زمین در این کشور رونمایی کردند. سپاه پاسداران ایران میگوید که این موشک هوشمند 1000 کیلومتر برد دارد. ایران در حال از تازه‌ترین موشک بالستیکش رونمایی میکند که کشورهای غربی بارها از آزمایش موشک‌های بالستیک ایران انتقاد کردند. و به ادامه خبرهای کشور و جهان، رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. و این هم چند خبر اقتصادی. در نتیجه خشکسالی های اخیر در کشور دامداری بیش از 50% کاهش یافته. آمارهای نخستین ریاست مالداری و صحت حیوانی نشان می دهند که امسال بیشترین علفچرها خشکیدند و نیاز است که در حدود 150 هزار تن خوراک دام به دامداران توزیع شود. زبیح‌الله جهانمل گزارش می دهد.
مسئولان ریاست مالداری و صحت حیوانی میگویند که به علت خشکسالی های امسال 30% دامداران حیواناتشان را از دست دادند و بیش از 20% دیگر آنان ناگزیر شده اند که حیواناتشان را به علت کمبود مواد خوراکی بفروشند. آنها میگویند که خشکسالی های اخیر بیشترین علفچرها را در کشور نابود ساخته است و این ریاست تلاش دارد در کنار توزیع مواد خوراکی به دامداران علفچرها را در کشور بازسازی کند. کم کمکونه چې مونږ کړي دي کوم چې دا اوس کېږي دا په هغه اندازه نه دي چې دغه زمونږ د حیوانات ته اکتفا وکړي. نو تقریبا مونږ 40 میلیونه حیوانات لرو، واړه حیوانات لرو، او په اوسط ډول مونږ 300 ګرامه دی ته چې د دوی د بدن مکمل ضرورت پوره کړي، 300 ګرامه روزانه د دوی ضرورت دی. در همین حال مسئولان نهاد خوراک و کشاورزی ملل متحد که بخش از برنامه هایش را در بخش جلوگیری از اثرات خشکسالی در کشور عملی می سازد می گوید که در سال روان میلادی برای عملی ساختن برنامه هایش در این بخش به 30 میلیون دلار پول بیشتر نیاز خواهند داشت. ما در سال 2019 میلادی به 30 میلیون دلار کمک بیشتر در این بخش نیاز داریم و من می خواهم این پیام را به کمک کننده ها برسانم که این پول با رسیدن موسم کشت و کار در افغانستان نیاز است که باید هزینه شود. بر بنیاد اطلاعات ریاست دامداری و صحت حیوانی در کنار حیوانات بزرگ بیش از 20 میلیون بز و گوسفند در افغانستان وجود دارند که به گفته آنان در حال حاضر بیشترین این حیوانات با کمبود مواد خوراکی روبرو‌اند. قرار است نشست آینده کمیته فنی چابهار با شرکت نمایندگان هند، ایران و افغانستان در هند برگزار شود. وزارت صنعت و تجارت گفته که در این نشست درباره مسائل مهم بازرگانی و ایجاد سهولت‌های ترانزیتی در چابهار و این سه کشور گفتگو خواهد شد. در همین حال وزارت ترانسپورت میگوید که با کار شدن نمایندگی‌های بانک‌های افغانستان در چابهار، بازرگانی مرزی و توسعه حمل و نقل میان افغانستان، ایران و هند از راه چابهار از موارد بحث برانگیز در نشست مشترک سه کشور خواهد بود. مرور بر تازه‌های ورزش هم بعدتر. آخرین روز از دور گروهی تورنمنت زمستانی فوتسال بانوان با 4 دیدار برگزار شد. در مهمترین بازی‌ها تیم فوتسال بانوان آشیانه 1-0 برابر امیدی فردا تن به شکست داد و عدالت 3-2 از صد توانا گذشت. در دو بازی دیگر این مرحله آینده سازان با حساب پرگل 6-0 معرفت را به زانو در آوردند و کابل کلاب نیز 1-0 سنگر را شکست داد. افزون بر این دومین روز از رقابت‌های فوتسال زمستانی آقایان شهر کابل از زیر نام ورزش دشمن مخدرات با 4 دیدار برگزار شد که در یکی از حساس‌ترین آن تیم فوتسال کابل جوان با حساب پرگل 8-0 یالان را شکست داد. رقابت‌های قهرمانی موتای در ردسینی جوانان با پشتبانی از نیروهای امنیتی در کابل به پایان رسید. در این رقابت‌های دو روزه 56 مبارز از 25 باشگاه ورزشی موتای شهر کابل شرکت کرده بودند. در پایان این رقابت‌ها چهره‌های برتر از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت‌ها به تیم‌های مختلف شهر کابل برگزیده شدند. برای دسترسی به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان با 456 با تماس شوید و سپس کلید 1 را دوباره فشار دهید. خدا نگهدار.